کشیده. من میگم، گوش میدی؟ من میگم ناقل عصبی، معنا کن، ناقل عصبی پروتئینی است که از نورون آزاد میشود، از پایان آکسونش. ناقل عصبی بگید پروتئینی است که از نورون آزاد میشود. ترشحیه، پروتئین ترشحیه. پس پروتئین ترشحیه یعنی قطعا با وزیکول ساخته شده. خب تو بگو ناقل عصبی تو کدوم بخش ها میتونه ساخته بشه؟ با اجازتون، چون ترشحیه کیسه چه داره، فقط تو جسم سلولی ساخته میشه. یعنی حرف عرفان، پس تمام ناقلین عصبی تو جسم سلولی ساخته میشن. پس چرا تو پایان آکسونه؟ تو پایان آکسون اومده، یعنی تو جسم سلولی ساخته شده، اومده از آکسون، پایان آکسون بعد ترشح میشه. حالا یک سوال باحال، براز شما مثلا پروتئین های معمولی مثل اسکلت سلولی، پروتئین معمولی عادی ان که قرارم نیست ترشح بشن، کجا ساخته میشه؟ با اجازهتون همه جا. هم دندریت میتونه اینو بسازه، هم جسم سلولی میتونه بسازه، هم آکسون میتونه بسازه. جنبندی، پروتئین هایی که ترشحیان جسم سلولی، اما پروتئین های معمولی که ولن تو سلول همه جا. ایزی. خب خوب بود، عالی بود. اینا رو تعریفاش هم ازت میخواد. یعنی میگه دندریت چیه؟ میگم رشته ایست که پیامو میگیرد و به جسم سلولی میآورد. میبینی؟ این ریش 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 رای زده بیرون، میگم رشته ایست که میگیرد و به جسم سلولی میآورد. این میشه دندریت. آقا اجازه یه سوال دارم، شما دندریتاتو چند تا کشیدی؟ تعدادش چجوری هست؟ والا دندریت میتونه یکی باشه، بعضی وقتا میتونم خیلی باشه، انتا باشه، که الان سلول من انتا دندریت داره. اوکی؟ پس تعداد دندریت ها رو ازت پرسیدم، بگو یا یه دونه است یا چند تاست، بستگی به نورونت داره. بعضی نورون ها یه دندریت هم، بعضی ها چند تا. پس بگم رشته یا رشته هایی قشنگ ترم میشه. دقیقاً. اما جسم سلولی رو بهتره بگم چی؟ فقط یک جسم سلولی، چون یه عددم بیشتر نیست، مرکز پردازش هم هست. من که بعد خطم تونتون دارم می‌نویسم. پس دندریت رو گفتم رشته یا رشته ها، ولی اصلا نگفتم جسم های سلولی. یه نکته میگم ببینم کی میتونه بگه. جسم های سلولی نورون، خودم اینو میگم غلط. چرا؟ غلط کردی. یه جسم سلولی بیشتر نیست. جسم های سلولی نورون چه غلطه؟ جسم های سلولی بافت عصبی، قلمچی داده بود، جسم های سلولی بافت عصبی، این دیگه غلط نیست که. خب بافت عصبی مجموعه از نورون هاست، خب هر نورون هم یه جسم سلولی داره، چه اشکالی داره بگم جسم های سلولی؟ این هاست. این درست بود. تکرار کن سری، سرعتتو ببر بالا. جسم سلولی، یه دونه است تو یه نورون، هر نورون یه جسم سلولی داره، ولی جسم های سلولی مال بافت عصبی، به یه نورون نمیتونه بگی. بچه آکسون هم یه دونه است، یعنی اگه بهت گفتن آکسون تعدادشه بگو یه دونه. آکسون های نورون قطعا غلطه، شک نکن. تعریفش هم بلد باش، کنکور از بچه ها خواسته بود 93، گفته بود رشته ای که پیامو از جسم سلولی میگیرد و به پایان آکسون میآورد. بله درسته، رشته ای هم درسته. بگم رشته ها غلط میشه، بگم رشته هایی که پیام رو از جسم سلولی میگیرد، تله کنکور 93 غلطه عزیزم. رشته ها نیست، یک رشته است، اما پایانه هایی داره که حواسم باید جمع باشه. این از این سوال. نورون همیستایی داره؟ بله، سلول زنده است، میخوای همیستایی نداشته باشه؟ قطعا همیستایی داره. آیا نورون در همیستای دیگران میتونه نقش داشته باشه؟ نه، خودش برای خودش همیستایی داره، که حواسم جمع باشه. خب جمع‌بندی، دندریت یک الی چند تا، جسم سلولی فقط یه دونه، آکسون فقط یه دونه، اما پایانه های آکسون قطعا چند تا. نگفتم یک یا چند تا، گفتم قطعا چند تا، یادت بمونه. خب ادامه بدیم ببینم. آقای آجوسف این چیه؟ دخترم پسرم، این میلینه. میلین چی بود؟ میلین یه نوروگلیاییه که میاد قشنگ پیچ میخوره دور نورون، یعنی قشنگ قشاشو میندازه دور نورون، میپیچه دور نورون. بهش میگن چی؟ بهش میگن میلین. یه دقیقه به حرفم گوش کن، اگه آماده ای میخوام دو سه تا نکته سخت باحال بگم که حواستو جمع کنی. خب از ساده شروع کنم، به اون سخته میرسم. اینا چی هن؟ میلین هن. اوکی میلین. جنس میلین ازت سوال میپرسه، داد بزن بگو قشا. جنس میلین از جنس چیه؟ قشا. چرا؟ برای اینکه اومده اینجوری انداخته دور پیچ خورده دیگه، این قشایه که پیچ خورده. میگن چند دور میپیچه؟
بگو نمیدونم. ممکنه دو دور باشه، ممکنه پنج دور باشه، ممکنه ده دور باشه، دوراشو نمیدونم چون متفاوت هم هست. میلی میتونه